من امیر حمیدی، استراتژیست، دیپلمات سابق و متخصص بین المللی در امنیت ملی و تروریسم جهانی و مشاور حقوق بشر در مؤسسه دیپلماسی در طی طول 38 سال خدمت خود در وزارتخانه‌های مختلف در پروژه 100 روز نخست برای مدیریت دوران پس از فروپاشی جمهوری اسلامی ایران مسئولیت هماهنگی ساختار قوه قضاییه را عهده دارم. از دانش آموختگان، فرهیختگان، متخصصین، محققین، دانشمندان از سراسر جهان بخصوص از درون کشور که علاقمند برای آزادی و سازندگی کشور عزیزمان ایران در رشته های ذکر شده دعوت میکنیم در صورت تمایل همکاری با این پروژه با ایمیل زیر تماس حاصل فرماید. پاینده ایران، یک کشور، یک ملت و یک پرچم. اکبر معرفی هستم، مسئول تدوین برنامه برای سفارتخانه ها و روابط بین الملل در پروژه 100 روز نخست. کار اصلی من مهندسی در نیروگاه اتمی است و در کنار آن کتاب های جهانبینی ایرانی و نقد فلسفه اخلاق مصباح یزدی را نوشتم و کتاب در جستجوی زرتشت را هم ترجمه کردم. چندی مقاله هم در تارنامه های مختلف ایرانی در موضوع های مختلف منتشر کردم. هدف ما از تدوین برنامه برای سفارتخانه ها و روابط بین الملل شناسایی اقدامات ضروری فوری در کوتاه مدت بلافاصله پس از سقوط جمهوری اسلامی است که بتوان با استفاده از ابزار دیپلماتیک به امنیت در ایران و حمایت بین المللی در تامین آذوقه، دارو و سایر مایحتاج فوری کمک کنیم. با درود به همه همیهنان گرامی که دل در گروه آزادی و دموکراسی برای همه مردم ایران دارن. من استر سلیمی هستم، در پروژه 100 روز نخست هماهنگ کننده قسمت آموزش پرورش هستم. با تخصص کارشناسی ارشد در امور آموزشی بر پایه دموکراسی از دانشگاه سوئد و با تجربه کاری 26 ساله. دموکراسی از خانه شروع، در کوچه آزمایش، در مدرسه تمرین و در کار استفاده می شود. ما به نسل آینده چه رفتار و تجربه‌ای را منتقل می کنیم در صورتی که می دانیم هیچ تجربه‌ای نمی تواند جایگزین تجربه کودکی شود. به امید روزی که فرزندان دموکرات پایه‌گذار ایران دموکرات باشند. سپاس از همه. با درود گرم به همیهنان عزیزم و شاد باش نوروز باستانی ما. سیامک رفیع‌زاده هستم و تحصیلات خودم رو در رشته دندون پزشکی انجام دادم و در 20 سال اخیر در کنشگری های سیاسی، مدنی، حقوق بشری و فعالیت های فرهنگی شرکت کردم و در پروژه 100 روز نخست مسئول امور آشتی ملی در این پروژه هستم. وقتی ما از آشتی ملی صحبت میکنیم در این دوران، دقیقا منظورمون یک آرامش عمومی و یا آرامش ملی است و برای دستیابی به اون میدونیم که رفاه عمومی، دادخواهی و عدالت اجتماعی مسائلیه که تنگاتنگ با این پروژه درگیر هستش. جامعه که میخواد به دور از خشونت و انتقام گیری به دادخواهی از حق کشی ها و جرایمی که در این نظام فاسد بر او روا گشته رسیدگی بشه و به یک عدالت اجتماعی دست پیدا کنه. بنابراین با گروه های مختلف در این پروژه در حال همکاری هستیم. متشکرم. درود بر شما ملت شریف ایران و عرض تبریک به مناسبت نوروز 2582 خورشیدی. مین بیداری هستم، مسئول بخش رسانه در پروژه 100 روز نخست، نویسنده، روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای. البته بیشتر نمیتونم توضیح بدم چون در ایران هستم. امیدوارم که بتونیم در پروسه هندل کردن مسئله پروژه 100 روز در بخش رسانه که
بخشی است مادر که میتواند پشتیبانی بکنه و در واقع هماهنگی بین تمام ارگان ها در تمام پروژه 100 روز از بخش عدالت، امنیت و مسائل بهداشتی و هر آنچه که به دولت در گذار مربوط میشه رو امیدوارم که بتونیم ساماندهی بکنیم. البته اگر کسی بتونه و تجربه وسیع تری داشته باشه، این بخش در نزد من امانت هست و به محض اینکه کسانی شایسته تر حضور پیدا بکنن قطعا به اونها سپرده خواهد شد. امیدوارم که شرایطی پیش بیاد در روزهای آینده بیشتر بتونیم در مورد بخش رسانه با شما عزیزان گفتگو و در مورد این بخش توضیح بدم. سپاس از شما. خدمت بینندگان محترم و هموطنان عزیز خودم سلام عرض می کنم. من شهرام ارشد نژاد هستم، عضو گروه 100 روز نخست هستم که در تلاش هستیم ما بتوانیم برنامه‌ای بنویسیم برای 100 روز نخست پس از جمهوری اسلامی که کارگزاران جدید چگونه در اون 100 روز کشور رو اداره بکنن و پایه‌های مقدمات ساختن مجلس مؤسسان برای تدوین و نوشتن قانون اساسی سوم کشور تلاش بکنن. حوزه کار من فلسفه قانون هست و تاریخ قانون هست و دولت هست در مفهوم جامع خودش در فلسفه سیاسی غربی. اینها حوزه های مطالعاتی من هستند که در تلاش هستم بحث های تطبیقی مطرح بکنم و اینها رو بیارم در نزد دوستان معرفی بکنم، این اندیشه ها رو، که سرانجام متنی تولید بکنم به درد کسانی که در مجلس مؤسسان خواهند نشست قانون بنویسن بخورد و از اون استفاده بکنن. کسانی میباید این کار رو بکنند که فلسفه قانون خوانده اند، قانون خوانده اند و فلسفه سیاسی خوانده اند و تاریخ خوانده اند و من امیدوار هستم در سنت غربی تحصیل کرده باشند نه در سنت شرقی. منظورم از شرق جوامع اسلامی است و به خصوص کشور خود ما که بار سنگین شریعت رو از دوش قانون بردارن و ما بفهمیم که قانون به درد زندگی دنیوی ما میخورد و نه چیز دیگری. بحث اخروی ما ربطی به قانون موضوع ندارد، یعنی حوزه قانون الهی از حوزه قانون موضوع چگونه جدا بشود. متشکرم، مرسی. درود بر شما ملت غیور ایران زمین. من دکتر ملیحه روزبه، متخصص دارو و مدیکال دیوایس با سابقه 24 سال خدمت در شرکت‌های بزرگ دارویی در آمریکا و یکی از مسئولان پروژه دارو و لوازم پزشکی مورد نیاز 100 روز اول دوران گذار می‌باشم. در این بخش هدف ما جلوگیری از کمبود دارو و لوازم و وسایل پزشکی مورد نیاز ایران در 100 روز نخست دوران گذار می باشد. لذا از کلیه متخصصان و صاحب نظران در امور پزشکی و دارویی کشور تقاضا داریم که لیست کمبودهای دارویی و وسایل و لوازم پزشکی یا مدیکال دیوایس رو در اسرع وقت تهیه و به ایمیل آدرس زیر برای ما ارسال فرمایید. پس از جمع آوری لیست کمبودهای دارویی و وسایل پزشکی، ما از طریق ارتباط با نمایندگانمان در شرکت‌های بزرگ دارویی آنها را فراهم خواهیم کرد. نقش شما متخصصین، پزشکان و داروسازان در این مرحله تاریخ ایران بسیار حساس و مهم است تا به کمک یکدیگر بتوانیم به بیماران و مصدومین حوادث کمک‌های لازم دارویی را به موقع برسانیم و پزشکان متخصص کمبودی از نظر مدیکال دیوایس احساس نکنند. پاینده ایران و سرفراز باد ملت بزرگ ایران زمین.
با درود به شما هم‌میهنان گرامی، شما شیربانوان و دلیر مردان میهن آریایی در هر کجای این کره خاکی که به سر میبرید. من بهروز فرشادفر، مسئول هماهنگی یا هماهنگ کننده کارگروه صادرات و واردات موادی ورودی کالا و گمرکات در پروژه 100 روز نخست هستم و در این حال همکاری میکنم با کارگروه های صنعت و معدن، محیط زیست و حمل و نقل. بر مبنای 4 مورد مشخص برای دوره گذار، 1 در رابطه با هر کارگروهی که کار میکنیم هدفمون چه هست، اداره امور کشور بر مبنای حداقل 100 روز نخست، موارد کلیدی که بایستی مورد توجه قرار بگیرن چه چیزهایی هستن، اطلاعاتی که بایستی گردآوری بشن چه ها هست و همینطور طرح و برنامه ها به چه شکل بایستی انجام بشود و پیاده سازی بشود. و قطعا دست تک تک شما متخصصین میهن رو در هر کجای این کره خاکی که به سر میبرید به گرمی میفشارم. پاینده ایران. با درود به همیهنان گرامی، مهدی دربهانی هستم. افتخار همکاری و یاری رسوندن در کنار دیگر متخصصین و دوستان گرامی در پروژه 100 روز نخست پس از سرنگونی همکاری میکنم. جامعه شناس هستم و در بخش رفاه اجتماعی مشغول به کار و از این فرصت استفاده میکنم از همه دلسوختگان میهن، از همه اونهایی که متخصص دارن در زمینه‌های متفاوت، به خصوص در همین زمینه امور اجتماعی و رفاه اجتماعی با ما در تماس باشن و ما رو یاری برسونن. بدون شک یاری شما آینده بهتری رو برای ایران رقم خواهد زد. با سپاس و تشکر. همیهنانم درود بر شما. من دکتر علی محسنی، متخصص بهداشت و امنیت مواد غذایی و محصولات کشاورزی و همچنین اگزکیتیو وایس پرزیدنت کمپانی امریکن فودز گروپ و مشاور عالی وزارت کشاورزی ایالات متحده آمریکا هستم. من به عنوان مسئول بهداشت و امنیت مواد غذایی در 100 روز اول دوران گذار برای فراهم آوردن مواد غذایی کافی، سالم، بهداشتی برای کلیه شما هم‌میهنان انجام وظیفه خواهم کرد. حفاظت مواد غذایی از آلاینده‌های شیمیایی و میکروبی و دیگر بیو ایجنت ها یا بایو تروریسم کار بسیار سنگین و فنی و تخصصی است که با همکاری هم‌میهنان غیورمان ممکن می شود. لذا از هم‌میهنان متخصص در امور بهداشت و سلامت و امنیت مواد غذایی تقاضا می کنم که در این امر مهم در 100 روز اول به هم پیوسته و هم‌میهنانمان را از مصدومیت های احتمالی مواد غذایی برهانیم. درود بر شما، سپاسگزارم و پاینده ایران. درود دوستان، اسم من سهلا نیکپور هست. من الان سال هاست که در امریکا زندگی میکنم. لیسانسم رو در سیستم دیزاین اینفورمیشن گرفتم و بعد فوق لیسانسم رو در امور سیاست گذاری دولتی و الان سال هاست که دارم در یک سازمان غیر انتفاعی در امور رفاه اجتماعی کار میکنم و الان مدتی هست که توی پروژه 100 روز نخست هم کار میکنم و در قسمت امور و رفاه اجتماعی که تجربه‌ام هست دارم برنامه ریزی میکنم
مثلا روی مسائل مثل مسکن، کار، بیمه درمانی ملی، حقوق بازنشستگان و کارگران، کمک های حقوقی مدنی که شکایتی ممکنه باشه و احتیاج به نمایندگی دارن، حقوق کودکان بی سرپرست، کودکان کار، اینا مثلا یک تیکه از کارهایی که دارم روش کار میکنم و میخواستم از شما دعوت بکنم که اگه علاقه مند هستین برین به وبسایت سرروز نخست و ساین اپ بکنین و امیدوارم که به گروه من بپیوندین که بتونم با شما کار بکنم و این برنامه سازی ها رو بهتر انجام بدیم. بدرود. هنگامی که ملت آزادی خواه ایران میکوشد تا پس از 43 سال مبارزه سرانجام فرقه تبهکار اسلامی حاکم را به زیر بکشد، وظیفه مخالفان جمهوری اسلامی است که برای فردای پس از آزادی ایران طرحی ارائه کنند تا با اتکا به آن انقلاب ملی از گزند آشوب و ناامنی در امان باشد. نهاد مردمی در همین مسیر پس از تلاش هایی که در راستای این دغدغه مهم صورت گرفته است، طرح خود را با نام روشنمای پیشنهادی 100 روز نخست پیشکش ملت شریف ایران و آزادی خواهان در صحنه می کند. 100 روز نخست پروژه ای طبقه بندی شده با هدف پیشگیری از هرج و مرج و انتقام گیری های خونین در کشور که سند جامعه آن به دولت موقت جهت مدیریت بهینه امور کشور تقدیم خواهد شد. موضوعاتی که تاکنون در این پروژه در نظر گرفته شدند عبارتند از امنیت، قوانین، بانکداری و فعالیت‌های مالی، برنامه ریزی برای پرداخت حقوق کارمندان دولت، ساختار و مقامات کلیدی نظام نوین، آزادی بلادرنگ زندانیان سیاسی و عقیدتی، واردات، صادرات، بنادر و گمرکات، رسانه‌ها، کارخانجات، حمل و نقل، وزارت دادگستری، غذا، دارو و سوخت، بودجه ملی، سفارتخانه ها و روابط بین المللی، قراردادهای دولتی، آموزش، آشتی ملی، محیط زیست، بهداشت همگانی، روانشناسی اجتماعی و فناوری اطلاعات. از همیهنان گرامی به ویژه کارشناسان و متخصصین در رشته های گوناگون از درون و برون مرز دعوت می کنیم با مراجعه به تارنمای 100 روز نخست ما را در تکمیل و نهایی کردن سند جامع این پروژه یاری نمایند. www.100روز.org www.100روز.org